این هفته ما جوایز اسکار رو اهدا می‌کنیم. بهترین بازیگر توی جبه، عجیب‌ترین بازیگر نقش اصلی، بهترین اجرا و بهترین فیلمی که هنوز ساخته نشد. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. احتمالاً خیلیاتون اخبار اسکار و مراسم پرزرق و برقش رو که همین چند وقت پیش برگزار شد از نزدیک دنبال کردید. اسکار فرصتیه برای هالیوود که خودش رو به دنیا نشون بده و جلب توجه کنه و از طرف دیگه‌ای به ما یادآوری کنه که چرا صنعت سینما جنوب کالیفرنیا رو برای زندگی و ساخت فیلم برگزیده. این هفته برنامه ما درباره سینما و هالیووده. قبل از هر چیز بریم سراغ اسپنسر کلی که در لس آنجلس تکثیر شده. And with the whole of glamorous LA to choose from. از بین همه جاهای پرزرق و برق لس آنجلس من رو بردم به یک انبار و انداختم توی جعبه. ولی این بهترین جعبه‌ای که تا حالا توش بودم. چون من در واقع داخل صندوق نیستم، بلکه خودم اینجام و یه نسخه مجازی من اونجاست. بهش میگن پورتال. خود صندوق البته که واقعیه و نوری که توش میتابه برای نورپردازی نمایشگر جلوشه که LCD 4K است و همقد انسان. این صفحه میتونه ویدیوهای ضبط شده و یا تصاویر زنده آدمی که جلوی دوربین رفته رو به نمایش بذاره. What am I doing over there though? اونجا دارم چیکار میکنم؟ اون داره چیکار میکنه؟ شبیه همان؟ بله، البته که اینطوره. باید بگم که تحت تاثیر قرار گرفتم. من همه دلایلی رو که چرا کسی تمایل به ساختن یه هولوگرام نداشته باشه میفهمم. و برای همین این رو طراحی کردیم. دیوید راست میگه. همینطور که در این سالها با چیزهای به اصطلاح هولوگرامی خیلی سرگرم شدن، ولی همشون تنظیمات زیادی نیاز داشتن. به جابجایی دقیق پروژکتورها و شیشه های نیمه آینه‌ای یا مش های بزرگ و همینطور به محیطی کاملا تاریک نیاز دارن تا تصاویر ظاهر بشن. این یکی ولی هم جمع و جور، هم قابل حمله و هم خیلی نورانی. اول از همه این که اینا هولوگرام نیستن. میدونید که منظورم از هولوگرام چیه، ولی اینا واقعی ترین غیر هولوگرامی هستن که تا حالا دیدم. نکته کلیدیش اینه که بخشی از صفحه شفافه و اگه دوربین کمی به طرف چپ یا راست حرکت کنه، پس زمینه رو میبینید که پشت سر کاراکترتون تکون میخوره و یه حسی به شما میده که فکر میکنید کسی رو که میبینید واقعا اونجاست و این یک تصویر سه‌بعدیه. یک تکه کوچیک از کف آینه‌ای و سایه بازیگر هم ضبط و به جعبه فرستاده میشه، چیزی که به واقعی به نظر رسیدنش کمک میکنه. بله، بهش میگم واقعا کارت درسته. ولی زیاد خوشحال به نظر نمیرسه. نه، مثل این که خیلی خوشحاله. جوکر در 11 بخش اسکار نامزد شد و در 2 بخش برنده. برای همین تعجب نداشت که بخش بازاریابی این فیلم کاراکتر اصلی رو به یکی از این دستگاه‌ها فرستاده بود. دوست دارم ببینم که این هولوگرام‌های پورتال جای همه کاغذ‌ها و تبلیغات مقوایی فیلم‌ها رو در سالن‌های سینما و نمایش فیلم گرفته. دوست دارم وقتی به موزه‌ای میرم هولوگرام انشتین رو ببینم که اگه سوالی دارم ازش بپرسم. میتونم رئیس جمهوری آینده آمریکا رو ظاهر کنم که از دفتر تبلیغات انتخاباتیش در همه 50 ایالت بتونه بشنوه و ببینه و با مخاطبانش که جلوش ظاهر شده صحبت کنه. دیوید برنامه دیگه هم در سر داره که زنده نیستش. در واقع یک چیزی کاملا مخالف اینه. یکی از کارهای مشهور صنعت هولوگرام زنده کردن مرده هاست. رستاخیز دیجیتالی، کسانی مثل توپک و ویتنی و غیره. میدونید که اینها کسانی بودن که وقتی زنده بودن اجازه این کار رو نداده بودن، ولی پس از مرگشون هولوگرام های مشهور شدن. کاری که ما می‌کردیم این بود که 6 نفر از مشهورترین چهره‌های زنده جهان رو با هر اجرایی که دوست داشتن فیلمبرداری کردیم. میکروفون‌ها رو طوری که دوست دارن گرفتن دستشون، طوری آواز خوندن که دوست داشتن آواز بخونن. این شبیه‌سازی با چهره تولید شده کامپیوتری نیست، بلکه واقعاً خودشونه. این سبب میشه کمتر عجیب و شبیه روح به نظر برسه. و ما اینا رو در یک هارد ذخیره می‌کنیم و در یک کمد نگهداری می‌کنیم که وقتی وقتش رسید از محتویاتش استفاده کنیم.
چیزی که دیوید بهش اشاره میکنه همون موضوعی که الان میخوایم بریم سراغش. از قرار معلوم زنده کردن هنرپیشه‌هایی که فوت کردن الان دیگه روی بورسه. فناوری به وجود اومده که میتونه نسخه‌های باورپذیری از تصاویر هنرپیشه‌هایی درست کنه که فوت کردن دیگه در بینمون نیستن و اونا رو دوباره بر پرده سینما بیاره. چیزی که حواشی زیادی هم به همراه داشته. میدونستید جیمز دین قبل از اینکه در تصادف خودرو در سال 1954 بمیره فقط 3 تا فیلم بازی کرده بود؟ اینم میدونستید که بعد از مرگش حق استفاده از تصاویرش واگذار شد به مارک روزلر در شرکت جهانی CMG Worldwide؟ یادش، تصاویرش و ارزش‌هایش هنوز در خاطر جوانهای دور دنیا که سعی دارن خودشان را به عنوان یک نوجوان بفهمن و از شخصیت شگفت‌انگیز جیمز دین سر در بیارن تنین انداز است. همیشه برای خانواده‌اش مهم بوده که نسل‌های آینده به خاطر بسپارن جیمز دین کی بوده. مدیریت برنامه شخصیت‌های مرده شاید غیرعادی به نظر بیاد، ولی به این معنیه که بازمانده اونها حق امتیاز رو از هر گونه استفاده از چهره‌شون دریافت می‌کنه. و امروز این فقط در فروش لیوان عکسدار خلاصه نمیشه. ما اساسا میخوایم جیمز دین رو برگردونیم تا قصه گوها بتونن به عنوان یک گزینه از اون در فیلم‌های سینمایی واقعیت مجازی، واقعیت افسوده، واقعیت ترکیبی، محاسبات مکانی، گیم‌ها، موسیقی و محتویات شرکت‌ها استفاده کنن. و اولین پروژه جیمز دین قراره یک نسخه مجازی از این چهره سینما رو در قالب فیلمی در مورد جنگ ویتنام به نام Finding Jack یا در جستجوی جک نشون بده. میخوایم یه نسخه مجازی سه‌بعدی جیمز دین رو به کمک اطلاعات تاریخی، عکس‌ها و تصاویری که از بیش از 64 سال گذشته داریم در قالب ویدیو آماده کنیم. در 15 سال گذشته رشد و بلوغ فناوری‌های تصاویر متحرک و ضبط چهره رو دیدیم و حالا کاملاً امکان پذیره که بتونیم اجرای یک هنرپیشه رو ضبط و حرکات و رفتارش رو نقشه برداری کنیم و در وجود یک موجود دیجیتالی دیگه متجلی کنیم. این روش غوغا کرده. رابرت دنیرو و ویل اسمیت رو دوباره جوان کرده و حتی به عوامل تولید فیلم این توانایی رو داده که در صورت مرگ نابهنگام یک ستاره به کارشون ادامه بدن. ولی پروژه جیمز دین این ایده رو یک مرحله جلوتر میبره. استفاده از مشابه یک ستاره نه به علت اینکه داستان اختزام میکنه، بلکه به خاطر اینکه بعضی از ستاره های مرده سودآورن. اینطوری نیست که از صفر یک موجود کاملا جدید مجازی میسازین تا مجبور باشین کلی برای شناسوندنش به مردم هزینه کنین. مردم جیمز دین رو میشناسن، اون یک نماده. ولی این کار خیلی بیشتر از مخلوط کردن تصاویر قدیمی و جدید با همه. برای این کار نیاز به انعطاف پذیری کامل یک عکس که سه بعدی واقع گرایانه با قابلیت متحرک سازی کامل و نمونه‌ای باور کردنی باشه تا بتونه در صحنه‌های جدید نقش بازی کنه و دیالوگ‌های جدیدی بگه. و ما انسان‌ها شاید هیولاهای تولید شده با کامپیوتر رو بپذیریم، ولی از نظر زیستی طوری ساخته شدیم که میتونیم هر چیزی رو در انسان جعلی تشخیص بدیم. برامون بد به نظر میان. واقع گرایی رو زیر پا گذاشتن و در چارچوب درجه وهمی قرار میگیرن. فرضیه‌ای در حوزه زیباشناسی که میگه اگه حرکات یک پدیده مصنوعی تقریبا همانند نمونه طبیعی باشه ولی نه کاملا مطابق با اون، اغلب بینندگان نسبت به اون حس دافعه خواهند داشت. تا جایی که من از جلوه های ویژه یاد گرفتم، بخش بزرگ ایجاد اون جلوه هایی است که ازش انتظار دارید چه کاری انجام بده و چقدر به هنرمندایتان فرصت میدین تا کار را بهبود ببخشن. معمولا عجله در کار است. بیشتر اوقات ازش چیز انتظار میره که فناوری به خوبی از پسش بر نمیاد. اما کسانی که ماترک دارایی جیمز دین رو اداره میکنند، کیفیت کار چقدر براشون مهمه؟ توقعات ما خیلی زیاده. بر همین عنصر مجازی که میسازیم به مرور زمان پیشرفت میکنه. میدونید چیزی نیست که فقط یک بار انجام بشه و کامل بشه. باید تکامل پیدا کنه. بنابراین این جیمز دینی که برای این فیلم عرضه میکنیم با جیمز دینی که در آینده منتشر خواهد شد یکم متفاوت خواهد بود. ولی البته که کار یک هنرپیشه بیشتر از فقط چهره است. اون فقط بخشی از کل بسته نمایشه.
میدونید که اگر بخواید هنرپیشه رو انتخاب کنید و بذاریدش توی یه فیلم جدید، یا باید براش منبعی پیدا کنید، یا اینکه باید هنرپیشه دیگه رو پیدا کنید که اون نقش رو بازی کنه، که بعد سوال پیش میاد که چقدر از اون اجرا به جای کار هنرپیشه که میخواین باز تولید کنین کار کسی هست که اون رو اجرا کرده، یا آیا سعی میکنین یه چیزهایی از اجراهایی که قبلا داشته به دست بیارین که در اون صورت اصیل نیست. برای همین فکر کنم این شبیه یه میدون مینه. و همینطور که انتظار میرفت، بعضی از هنرمندان از این موضوع ناراحت هستند. من فکر نمیکنم که این جای هنرپیشه‌های زنده رو بگیره، چون اونا استعدادی دارن که هیچ کسی نمیتونه به دست بیاره، غیر از اینکه جسمان زنده باشین تا اون تغییرات رو در لحظه اعمال کنین. ولی فکر میکنم که کار کردن با ستاره‌های مجازی و موجودات مجازی کار رو برای انتشار و بازاریابی محتویات در آینده آسون میکنه. بعضی وقتا خیلی ساده است که از داشته‌های دیجیتال برای ترویج چیزی که میخواییم بیننده ها ببینن استفاده کنید، در مقایسه با اینکه اگه بخواییم هنرپیشه ها را با یک هزینه اضافی استخدام کنید. این هفته سازمان نظارت بر حفظ اطلاعات بریتانیا هواپیمایی کتی پاسیفیک هنگ کنگ رو به علت ناکامی در حفظ اطلاعات شخصی مشتریانش 500,000 پوند جریمه کرد. نامزدان جوایز بفتا گیم مشخص شدند. بازی‌های دیت استرندینگ و کنترل هر کدوم با نامزدی در 11 بخش بازی‌های پیشتاز این جشنواره‌اند. برندگان 2 آوریل مشخص خواهند شد. شرکت خودروسازی تسلا خبر داده که در بعضی از خودروهای جدیدش پردازنده‌های قدیمی و کنتر کار گذاشته، چون عرضه تجهیزات به علت شیوع ویروس کرونا به مشکل برخورد کرده. این شرکت گفته با از سرگیری عادی روند تولید، سخت افزارها رو به روز رسانی خواهند کرد. و اگه تصور ربات هوشمند نگرانتون میکنه یا ازش میترسید، بهتره اینو نگاه نکنید. این ربات‌ها یاد گرفتن که راه برن، اونم به شکلی ترسناک. البته یکم وقت گیره. پژوهشگران در بخش رباتیک گوگل از هوش مصنوعی کمک گرفتند تا به این هیولای مکانیکی هنر راه رفتن به جلو و عقب و حتی دور زدن رو یاد بدن. و اگه هنوز نگران نشدید، بوستون داینامیکس طراح سگ‌های سایبورگ به این سوال پاسخ داده که اگه ربات‌ها با هم کار کنند چه اتفاقی میفته؟ این جفت عجیب برای کاری مشترک کنار هم اومدن تا نشون بدن آینده فعالیت خودکار در انبارها چطور خواهد بود. با نمایش قاطع، بدون کنترل و منظم از کارایی. فکر کنم فعلا بذاریم مشغول جابجایی جواب بشن. جنی، تو خیلی بامزه‌ای. گفته میشه که این واقعی‌ترین ربات حیوان نمای جهانه و میتونم بگم که خیلی هم واقعی به نظر میاد. حس میکنم نوک دماغش نرم و نمناکه. و در مرکز پرستیج سینیور لیوینگ در لاس وگاس هم به نظر میرسه بیمارانی هم که دچار زوال عقل هستن از دیدنش خوشحالن. She's awesome. You look real. Look at those teeth. What's wrong? مسئول این حس واقعی، حرکات و رفتاری که روی این ربات مجهز به حسگر اعمال شده و با صدا کنترل میشه، مغازه کریچر شاپ متعلق به جیم هنسونه. پژوهش های فوق العاده ای در مورد فواید حیوان درمانی برای بزرگسالانی که دچار زوال عقل شدن وجود داره. در مورد رفتار کمکشون میکنه و در زمینه علائم روانشناختی تسکین دهنده است و نیازشون رو به بعضی از داروها کاهش میده. مشکل اینجاست که خیلی از بزرگسالان نمیتونن به آسونی از حیوانات زنده نگهداری کنند. در مورد حیوانات روباتیک این مهمه که بهشون در مراحل اولیه پیشرفت بیماری که هنوز توانایی شناختی دارن معرفی بشه، تا بتونن حس وابستگی ایجاد کنن. تا وقتی که در مراحل پیشرفته تر زوال عقل قرار میگیرن، حیوان براشون تبدیل به چیزی بشه که برای آرامش بهش مراجعه میکنن. تجربه خیلی عجیبیه، چون این سگ خیلی واقعی به نظر میاد و صداش هم همینطور. همه همین حس و نسبت بهش دارن. ولی آیا این درسته؟ کسایی هستن که با اینکه بهشون توضیح میدیم که این یک رباته، ولی هنوز فکر میکنن که واقعیه.
ما بهش از نقطه نظر اخلاقی نگاه میکنیم و خیلی مراقبیم که کسی گول نخوره. ولی از طرف دیگه میدونیم که اگه این بهشون آرامش میده، هدف ما هم همینه. دوست دارم باش ارتباط برقرار کنن. نگار حیوانی گم شده بوده که در گذشته های دور اونو میشناختن. و این میتونه مشکلی رو حل کنه که از قبل شناسایی شده. ما از خیلی وقت پیش شروع کردیم سگ‌ها رو به اجتماعمون بیاریم، چون حس کردیم سگ‌ها شیوه خوبی برای رفع تنهایی‌اند. ولی به این نتیجه رسیدیم که به همون اندازه‌ای که انسان‌ها به توجه نیاز دارن، به سگ‌ها هم باید توجه کرد. آیا ممکن است آدمو بعدش بیاد؟ معمولاً از همه خوشش میاد. خیالم راحت شد. خوب نیست سگ رباتیکی بسازن که از آدمو خوشش نیاد. اما خب همه هم سگ دوست ندارن. یکی از چیزهایی که متوجه شدیم در واقع این بود که رفتار پارس کردن سگ رباتیک مثل سگ واقعی منجر به واکنش ترس میشه. برای همین یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که در تنظیمای سگ رباتیک امکان پارس کردن رو خاموش کنیم. بله، رفتارهای این سگ رباتیک قابل شارژ رو میشه با یه اپ تنظیم کرد. ولی در کل نکات مثبت و منفی هم داره. قبل از اینکه شروع به فیلم برداری کنیم باید خاموش روشن میشد و این خیلی ناراحت کننده بود، چون انگار موقتاً مرده بود. این سگ رباتیک واقعاً شادی آور بود. طوری طراحی شده که روی پای کسی یا روی سطحی بلندتر از زمین بشینه که این نقطه مثبتش بود، چون در غیر این صورت پای آدم بهش گیر میکرد و میافتاد. یه نژاد دیگه سگ و همینطور گربه هم دارن میسازن، ولی من با یه مشکلی مواجهم. واقعاً حس خوبی نداشتم که باید از بقیه جداش میکردم. اخیراً نمونه‌ای از هوش مصنوعی رو دیدیم که در برخی از موارد بهتر از انسان عمل می‌کنه. اما آیا هوش مصنوعی می‌تونه موفقیت یک فیلم رو بهتر از کارشناسان صنعت سینما پیش‌بینی کنه؟ این پرسشیه که همکارم مارک چزلک رفته به سراغ پاسخش. هیچ کسی هیچ چیزی نمیدونه. این حرفی بود که ویلیام گولدمن، فیلمنامه‌نویس افسانه‌ای، در مورد تجارت فیلم گفته بود و اینکه پیشبینی موفقیت یک فیلم چقدر میتونه سخت باشه. برای همین بود که پارسال شاهد فیلم‌های نظیر فیلم بازسازی شده رابین هود بودیم. و گودزیلا، پادشاه هیولاها، هر دو کاملا مزخرف. در دنیای فیلم پیشبینی فیلم‌های موفق و پرفروش بیشتر از اینکه یک علم باشه، هنره. شرکت فناوری سینلتیک فکر می‌کنه که رمز و راز سینمای پولساز رو می‌دونه. این شرکت میگه به کمک هوش مصنوعی می‌تونه موفقیت یک فیلم رو در گیشه قبل از تولید پیش‌بینی کنه. میدونین که وقتی میگیم هوش مصنوعی در مورد فیلم تصمیم میگیره، مردم یکم نگران میشن، چون یهو به ربات‌های کارگردان فکر میکنن یا کامپیوترهایی که تصمیم‌های هنری میگیرن. ولی این چیزی نیست که داره اتفاق میافته. این بیشتر برمیگرده به گوشه تجاری صنعت فیلم. من در دفتر سینلتیک در هالیوود به دیدار مدیر عامل این شرکت رفتم. ما اینجا به عنوان نمونه فیلمی داریم به نام کاراگا پیکاچو. واو. Did you just understand me? Oh my god, you can understand me. خیلی سریع میتونین یک پروژه بسازین. اطلاعات ابتدایی را می‌ریزین و خلاصه داستان را می‌نویسین. شبیه چیزی که تو سایت IMDb می‌بینید. این پروژه شماست. بودجه نسبتاً چقدر است؟ رتبه‌اش چیست؟ منظور ژانر و کلیدواژه‌ها، همه این عوامل خیلی مهمند، چون مشخص می‌کنن پروژه چقدر ارزشمند است. و از اونجا به بعد ابزار مختلفی می‌سازیم که می‌تونین با کمکشان فیلم ارزیابی کنین. صدای کاراگاه پیکاچو که البته رایان رنولدز، میتونین رایان با دیگر کمدین ها و بازیگران کمدی بالقوه دیگری که برای این نقش مناسب باشن مقایسه کنین. پیک 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 گایز ادورابل. یو ار ادورابل. دی کانت اندرستند می کید. به کمک بعضی از ابزارهای سامانه میتونیم چیزی مثل نسخه فیلمی فانتزی فوتبال رو بازی کنیم و عناصری مثل بازیگرها رو عوض کنیم. با توجه به اجزایی که انتخاب می‌کنیم، این سامانه احتمال موفقیت مالیش رو پیش‌بینی می‌کنه. خب بیاین یکی از اسم‌های مطرح رو امتحان کنیم. به گمانم دوین جانسون برای این فیلم مناسب باشه. اسم دوین بگذار اینجا. دکمه را بزن. حالا همونطور که می‌بینی، سامانه دوباره محاسبه می‌کنم، مگر اینکه نسبت به قبل چیز تغییر نکرده باشه. یکم بیشتره. پیش بینی میکنن که شاید درآمد بیشتری داشته باشن. این رو دوباره با دیم جودی دنچ امتحان کنیم. یک کمی پایین آمد. پا
پس در واقع کل اطلاعات شما بر مبنای چیزایی که همین حالا اتفاق افتاده. ولی اگه یه فیلم برخلاف انتظار مطرح بشه چه اتفاقی میفته؟ چیزی که یهو از یه جایی پیداش میشه و کسی هم نمیتونه پیش بینیش کنه، میدونی؟ یهو همه رو غافلگیر میکنه. در چنین شرایطی چه اتفاقی میفته؟ اونو هنوز مردم غافلگیر میکنن. خارق العاده ها خارق العاده هستن، چون همیشه اتفاق نمیفتن. میدونی 5% 3% از فیلم ها در واقع خارق العاده اند که همه دربارهشان حرف میزنن، اما واقعیت این است که در اقلیت هستند. سینلتیکس اصرار داره که هنوز انسانه که دخیله و نرم افزار فقط یه ابزار کمکی دیگه برای تهیه کنندگان فیلمه. انگار مو لای درز این ارقام نمیره. این روی تجاری این صنعته. در مورد فیلمنامه چی؟ چیزی هست که بتونه بهت بگه که فیلمنامه خوبه یا نه؟ فکر نکنم چیزی باشه که بتونه بگه فیلمنامه خوب است یا نه، به ویژه از نقطه نظر کیفی، چون این کارو کامپیوترها نمیتونن بکنن. دقیقاً هوش مصنوعی نمیتونه بفهمه که فیلمنامه مشخصا خوب است یا نه. این شرکت اخیراً توافقی را با شرکت برادران وارنر امضا کرده، ولی استودیو تاکید کرده که نرم افزار یادگیری ماشین فقط در بخش بازاریابی و پخش استفاده خواهد شد. تا جایی که بحث استودیوهای هالیوودی مطرحه، انسان‌ها هنوز سر کار خواهند بود. خیلی جالب بود نه؟ و حالا پس از مراسم اسکار به خوبی می‌دونیم که امسال چه فیلم‌هایی درخشیدند و در ادامه بررسی بهترین جلوه‌های تصویری بریم به سراغ آخرین فیلم جنگ ستارگان. Long have I waited. Confronting fear. It's the destiny of a Jedi. بازگردوندن کری فیشر اساساً یک معضل بزرگ بود و من فکر می‌کردم شاید خیلی سخت باشه. در واقع من نمی‌دونستم اوضاع چقدر پیچیده میشه. کاری که ما کردیم این بود که یه ماتریس عظیم از همه اجراهای کری فیشر رو از فیلم‌های جنگ ستارگان 7 و 8 ساختیم. بنابراین در اصل همه دیالوگ‌هاش رو درآوردیم و بعد جی جی و کریس تریو فیلمنامه‌اش رو بر اساس اونا نوشتن. اینطوری کار کردیم که از هر اجراش چهره‌اش رو درآوردیم که به نظر برسه کری داره نقش شاهزاده لیا رو بازی می‌کنه. ما صورتش رو بریدیم و بعد دورش چهره شاهزاده لیای دیجیتالی رو ساختیم. و لباس ها و موها. دقیقاً لباس که به این معنی بود که میتونه مدل مو و لباس جدید در این فیلم داشته باشه که اون رو برای این پروژه خیلی خاص میکرد. و به نظرم چیز دیگه‌ای که سخت زحمت کشیدیم تا بهش برسیم این بود که اون با عناصر دیگه صحنه تعامل داره و یا با بقیه هنرپیشه‌ها ارتباط برقرار میکنه. میدونین که یه صحنه هست که او از کنار ری عبور میکنه و میگه من هیچ وقت یک ربات رو دست کم نمیگیرم. اینجور تعاملات برای اینکه به مخاطب این حس رو منتقل کنی که باور کنه او در اون لحظه اونجا بوده خیلی مهمه. حدود 16,000 سفینه کهکشان پیما اون روز حاضر شدن. مسئله فقط ساخت سفینه ها نیست. شما باید اونا رو طراحی کنین و نمیتونین 16,000 سفینه طراحی کنین. یعنی خب میتونین ولی خیلی خیلی طول میکشه. وگرنه هنوز درگیر اون کار بودیم. بله و همچنان تا آینده خیلی دور. کاری که ما کردیم این بود که جیمز کلاین کارگردان هنری نمایش و گروهش تعداد زیادی سفینه طراحی کردند و ما ماکت ساختیم. و بعد برای بچه‌ها برنامه‌های کامپیوتری نوشتن که بر اساس اون اجزا و قطعات سفینه‌ها رو ساختن. به علت اینکه جزئیات کار خیلی زیادی می‌بره. ما یه نسخه ساده از ایده‌ای که داریم رو می‌کشیم که همه بدونن ایده کلی اون لحظه چه خواهد بود. و می‌تونیم کلی از اون کارها رو با استفاده از ایده‌های فیزیکی انجام بدیم. مثلا میدونیم وقتی انفجاری رخ میده چه مقدار نیرو لازمه که چنین چیزی اتفاق میفته. وقتی انفجارهایی که ما انجام میدیم رو میبینی اونا در واقع تکه های سوخته مواد واقعی فیزیکی هن. میدونی که یک انفجار چقدر سریع میتونه گسترش پیدا کنه، چه نیروی میتونه داشته باشه. بنابراین بیشتر اون صحنه ها واقعی به نظر میان چون ما یک لحظه واقعی رو شبیه سازی میکنیم. میدونین چی عجیبه؟ این که ما میخواییم کارمون دیده نشه و مردم ازش آگاهی نداشته باشن و واقعا باورش کنن. فکر کنن هر چیزی که در فیلم میبینن واقعا داره اتفاق میفته. خب
خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما اونجا در دسترس هستن. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شانسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.